با عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گل، 13 دسامبر 2023 برابر با 22 آذر ماه 1402. دیروز آقای رایان عباس ساده در یکی از اتاقهای کلاب هاوس شرکت کرد که به جنجال کشیده شد و به قول معروف به جر و بحث و یه مقدار هم فحاشی. آقای رایان عباس ساده همه میدونن خیلی آدمی هستش که با صبر و حوصله صحبت میکنه و با ادبیات بسیار بسیار فاخر و آنچنانی. در این اتاق داشتن بحث میکردن. این اتاق از کلاب چدانم ها هستش. بچه هایی که این اتاق ها رو میزنن اتاقای 12 ساعت هست، بچه های خیلی تحصیل کرده و باهوشی هم هستن، اما دو سه نفری هم در این جمع حضور دارن که هر موقع آدم معروفی بیاد، اگر اون طرفدار پادشاهی باشه که دیگه تمام، میان و به قول معروف با هر وسیله و دروغ و چیزی که شده به قول معروف میخوان اون طرف رو بهش حمله بکنن و خلاصه جنجالیش کنن دیگه. و فقط دقت کنید ببینید صحبت رایان عباس ساده توی کانال خودش رو میارن و چجوری صحبت رو عوض میکنن و روی اون دروغ پافشاری میکنن و خلاصه جنجالی میشه. اینا هم بگم خیلی جالب بود این اتاق. همین آقایونی که بسیار دم از دموکراسی میزنن و خودشون رو از همه بهتر و بیشتر میدونن، زمانی که بحث روی خودشون میره نه دموکراسی حالیشونه نه هیچ چیز دیگه ای، و با داد و بیداد میخوان همه رو ساکت بکنن و به قول معروف دموکراسی از مدل این آقایون هم دیدن داره. این آقای علی بزرگوار که این جنجال شروع کرد از رفیقای کاوه هستش که میشینن و از صبح تا شب به طرفداران پادشاهی هر گونه فحاشی رو انجام میدن، اما میان و میگن پادشاهی ها دارن بهشون فحاشی میکنن. متاسفانه حالا نمیخوام بگم این آقایون چرا و به چه دلیل، نیت خونی هم نمی کنم، اما مثل اینکه هدف ها رو همه دارن گم می کنن. ما قراره بر علیه جمهوری اسلامی باشیم، اما این آقایون و امثال این آقایون دارن کاری می کنن که فقط همدیگه بزنیم و به قول معروف چی میگن، اصلا جنگ و دعوا دیگه اصلا برگشته. به هر حال سرتون رو درد نمیارم، توجهتون رو جلب می کنم به این ویدیو بسیار جالب. فقط توجه کنید و دقت کنید که چه جوری صحبت‌های رایان رو عوض می‌کنن. زنده باد ایران ایرانی با شرف، و لعنت به هر چی موضوع و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک می‌کنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. صدام ناراحت، حال ناخوشم. یه بخش از اظهارات آقای دن و آقای هومن بود من می‌دیدم و می‌شنیدم، خیلی قابل توجه بود برای من. اتفاقاً هومن عزیز به گمانم، چون شما اسامی عکس ها نیست، آدم دچار خطای چشم میشه و همه هم از یک عکس مشابه در سه‌چهار نفر رو استفاده کردید، اون انسجام به هم میریزه. الان ایو حالین بحث مولوی عبدالحمید که برام پیش اومده بود، گفتید که فکر کنم دن با این لحن چالشی میپرسید که فکر میخواید به حقوق LGBTQ ها مشکل نداره با زن و این حرفا. نه دیگه، ایشون داره که سخنرانیش وقتی صراحتا گفت حتی هموطن بهایی رو استفاده کنیم، یعنی این یعنی پایبندی به مفاد سکولاریته مبتنی بر ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر. شاید ایشون نخواد در خانواده خودش LGBT ها رو ملاحظه کنه یا مسئله در دنیای فردیش، اما برای جامعه پایبندی به مسئله سکولاریسم داره. حالا من ایشون نوعی داره مثال میذارم در تایید حرفای هومن، که وقتی شما در یک مسیر حکومت مدرن قرار میگیری با مؤلفه های سکولاریته مبتنی بر ارزش های جهان شمول حقوق بشری، دیگه نمیتونی از سوره نساء آیه بیاری و دیگه نمیتونیم نگران اگر با آمار، فکر کنم هومن بود، اگر با آمار 80% از جامعه ایرانی برای عبور از جمهوری اسلامی به این باور رسیدیم که درستم هست، البته بنابر تحقیقاتی که صورت گرفته، شما دیگه نمیتونید اون 20% رو نگرانی داشته باشید که به طور خود سر بخواد با استناد به آیات قرآن بیاد سرها ببرد یا دستها قطع کنه. دیگه بحث اراده جمعیه و مکانیزم های نوظهوری که در راستای یک جامعه مدرن خلق میشه و اساسا اون بخش از جامعه دیگه به محاق، همین الانش هم به محاق رفت. شما بحث های بسیار جالبی داشتید،
از لحظه که من گوش میکردم. البته بیان که بخواید تخریب کنید شخصیتی را، سه تا اسم من بالا میبینم، مشخصا آقای رحمانی میتونه خیلی مورد تحلیل واقع بشه با توجه به این رویداد اخیری که برای ایشان هستش. بحثای بسیار جالبی داشتید، مشخصا تک کلامی که من شنیدم و خودم هم نظرم همینه، اساسا اینو گفتمانهاشون به محاق رفته. اصلا جامعه ایرانی وقتی در یک بازه زمانی حدوداً 10 ماهه مهمترین آرمان و ارکان نظام دینی رو میسوزوند، آتیش میکشید، این نسل زد دیگه، این نسل نوخاسته مهسایی دیگه با تعالیم فقه سیاسی عاشق احمد جنتی آسیل احمد خاتمی جور در نمیاد. یعنی عبور صورت گرفته، در میدان هم صورت گرفته، فعلا به شیوه پادگانی اونو میخوشن، زور دارن اعمال حکومت میکنن. اون هم طی یک فرایند انقلابی میتونن اصلا خلع قدرت و سلاح بشن. اصلا آماری که از فساد چای دبش در تازه ترین گزارش اومده، میدونید عزیزان شتابگیری تخصیص ارز در اون 9 ماه جنبش مهسا بوده، کلپتوکراسی و غارت سالاری که دیدن فروپاشی نزدیکه، داشتن میزدن میبردن و میخوردن. همه اینها ما رو به این سمت داره رهنمون میکنه که نظام به لحاظ محتوا و استوانه به هیچ استوار نیست و زوال یافته هست. به لحاظ گفتمانی که به طور مقدم این گونه شده، این فروپاشی مؤخره. به لحاظ گفتمانی مفاد، حقانیت، لجیتیمیسی، هر چی حساب کنیم کاملا تهی شده. یک مرد ماهی فروش دکانداری میتونه منشأ یک تحول سراسری بشه، چیزی رو که نظام ارزش میدونه ملت یک پارچه پسش میزنه، غی کرده، بالا آورده جمهوری اسلامی رو. از این منظر خواستم اشاره کنم که اتفاقاً ورود آقای مولوی عبدالحمید در اون ماجرا هم یک ورود به خانش سکولاریته هست عزیزان، و این مسیر با تقویت بشه. خیلی متشکرم، ببخشید من حالا هم خوش نیست. متشکرم جناب عباس‌زاده. من یه لالا منم همین یه سوال داشتم، چون روی سوال خوب نظرشون در رابطه با نواندیشان هم بگم، نواندیشان آره آره اونم در رابطه با اسلام کلاسیک بود، نواندیشان دینی رو هم بگم. ببینید مگر دین در محتوا چه نوزایی داشته یا چه چیز تازه‌ای بر آن افزوده شده که ما بخوایم بیایم نو اندیشی کنیم؟ این حرف درسته، اما نو اندیشان دینی که فزاته یک پارادوکس معنایی است، هم بنابر همین تجربه که الان اشاره شده، حالا دیدم آقای ایمان عزیز امیری هم اومدن بیان بالا، خیلی قطعا شما استیج رو در واقع کمک خواهم کرد، چون با من روی خوش ندارن، با من در یه قهر بی سبب به سر میبرن جناب آقای امیری عزیز. الان ایو حالن، من تصورم اینه که نواندیشی دینی یک واژه مجعولی است برای حفظ دین با زبان زمانه، یعنی عنصر فریب توش هست ولی میخوان از بینم نره، امروزی تر بشه. در این فرایند یک بخش ها مکتوم میمونه، اون وقتلوها پنهان میمونه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین برجسته میشه، که این از مختصات و مقتضیات بقای دین توسط روشنفکران یا به تعبیر نواندیشان دینیه. اساسا شما درست میگید، در ساحت و مزرعه دین نکته نوعی نزایید که بخوایم نواندیشی کنیم، جز اینکه خانش و هرمنوتیک ایجاد بکنیم برای بقا و همه پذیرتر کردنش. پایان. متشکرم جناب عباس‌زاده عزیز. من فقط سوالم از شما این بود که ببینید وقتی که آقای خمینی اومد در واقع اسلام در واقع اون زیبایی که توی فرانسه ادعا می کرد و اسلام فرانسوی بهش یعنی با قوانین نمیدونم لایسیته یا در واقع دموکراتیک فرانسه میخواست بیاد جلو، بعد اومدیم دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. و این و آقای خامنه‌ای رو نگاه بکنید، ایشون 35 سال پیش 40 سال پیش این شکلی بوده؟ نه،
ایشون این شکلی نبودن که. ایشون یه آدم اتفاقا خیلی خیلی نرمتر از این حرفا بودن. ولی این مقوله قدرت که وقتی با دین ترکیب میشه، ذره ذره رفته رفته ریزه ریزه رسوخ میکنه و ما رو به یک استبداد دینی میرسونه. یعنی وقتی اون دین میره اون بالا میشینه، این حالا شما میگید نسل زد هم دوباره میتونه تغییر بکنه، دوباره میتونه به اسلام رو بیاره. اگر شما یه خانش مهربانانه اولش بدید، مثل کاری که روشنفکر دینی میکنه، خیلی راحته. میگه آقا این مقوله ایناش خوبه، ایناش رویای رسولانه است، این وحی نه، اینجوری خواب بود. میاد منطقیش میکنه، منطقی جلوه میده، یارگیری میکنه. وقتی که یارگیریش تموم شد، ذره ذره رسوخ میکنه و ذره ذره ارکان قدرت رو دوباره کسب میکنه و دوباره تبدیل میشه به یک استبدادی که خودمون هم نمیدونیم کی ظاهر شد. نه دیگه، شما حرفات اولا که مغایر محتوایی به مطالب من که نیست. از این که تعالیم دینی با عنصر روشنفکری یا نواندیشی دینی بستر بازآفرینی استبدادو داره، خب بلا شک این گونه است. از اینکه آقای خامنه‌ای در یک مقطعی به گمان شما خرم‌تر میاندیشید و الان خونین‌تر میاندیشه و به خاطر قدرت حد اکثریش، کاملا درسته. این میتونه در استبداد دینی هم باشه، میتونه در سکولاریته هم باشه، زمانی که عنصر نظارت بر قدرت صورت نگیره. این مشمول هر گونه. ببینید، دموکراسی و حکومت مدرن ملزومات مدرن رو میطلبه. ارکان چهارگانه هست. ما رسانه به مثابه رکن چهار دموکراسی در قامت یک پارلمان در زمانی که توسط ادمون بورک انگلیسی مطرح میشد قدرت داشت و داره. رسانه ماجرای نیکسون رو به اون سمت میکشونه، ریاست جمهوری رو میتونه کنار بذاره. خب اینا خود تو جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی نظام فرقسانه. ولی از این که شما معتقدید که منم معتقدم، شما احتمال خواست اینو بگی، نظارت صورت نگیره، قدرت بلا منازع باشه، همه مدل تبهکاری و همه مدل فسادزایی و همه چیز پدیدار میشه. اما از این که شما این نگرانی داری که با خانش رحمانی از تعالیم دین یک فقه سیاسی نو میتونه جوانان رو دوباره مسئول کنه، حتی نسل زد رو، اگر در یک نظام نوپای سکولار دموکراسی برگزار شده ما به پاسبانی ارکان دموکراسی بیاندیشیم و نهله ها و نهادهای مجعول مبتنی بر آموزه های فقه سیاسی امکان رشد نداشته باشن، و الا خب جمعی از جوان ها هم بخوان اصلا یه خانش نمیدونم رومانتیکی از دین اسلام داشته باشن در دنیای فردیشون، اون رو که ما سر ستیز و عناد نداریم که، در دنیای فردی خودش اصلا یکی میخواد نمیدونم از این خواننده های انگلیسی زبانی که عربی و آذری هم بلده ولی اسلام خوانی میکنه، ولی تو تنهاییش بشه آرامش میده، اونو ما مشکل نداریم. ولی در واقع پاسبانی میکنیم از ارکان دموکراسی، و ارکان دموکراسی اجازه بازآفرینی استبداد دینی رو به هیچ عنوان باید مشخصا جامعه ایرانی با توجه به تجربه زیسته که داره بایستی مهار کنه دیگه. در قوانین خودشون اونها رو در واقع میگنجونن به گمان این جانب. علی حالا خیلی متشکر. ممنونم جناب عباس‌زاده. حالا دوستان دیگه صحبت کنن. بله، من با نواندیش دینی مخالفم، چون داره یک مقوله‌ای که ذاتاً استبدادزاست، ذاتاً استبداد تدریجی رو به وجود میاره، داره اون رو نگه میداره، داره یارگیری میکنه، جلوی ریزش رو میگیره. بفرم. من میگم میشه و دارم راهکار براش میگم، و طبق حقوق بشر حذف دین هم، حذف عقاید هم طبق حقوق بشر نیست عزیز من. ما چرا با نازیسم یا فاشیست مبارزه میکنیم؟ آیا اونها هم باید باشن؟ نه دیگه، من نمیدونم. من در بخش از پاسخ شما هم همینو گفتم. شما وقتی اظهار نگرانی کردی برای جوانهایی که محتملا مقفول بشن با آموزه های نوظهور و رحمانی از دین دوباره به این سمت بیان، چجوری نازیزم و فاشیزم ذیل یک نظام مدرن مغربی ممنوع هست برای ترویج؟ اسلام سیاسی هم در اون مقطع ممنوع هست. و از این منظر حسب اظهار عملگرایانه هومن درسته، مکانیزم لازم برای مهار این تفکر
یا برای بازخیزی این قدرت وجود داره. به همین راحتی بعد یک نکته است، من دیدم در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی، الان اینجا فرصت پیدا کردم نکته رو بگم، دیدم خیلی ها این گلایه رو دارن که ایشون چرا گفته مثلا اگر میخواد اسلام ستیزی بشه، هومن یه چیزی گفته بودی درست میگم؟ میشه دوباره بگی اون جمله رو؟ اگر اسلام ستیزی بشه؟ بله بله، میگفتش که اگر قرار اسلام ستیزی باشه همین بهتر این رژیم بمونه. بله. خب اتفاقا این نبایستی برخی از ارادتمندان یا منتقدان دین سیاسی رو رویاروی شاهزاده رضا پهلوی قرار بده. بازخوانی از مطالب خود شما هومن عزیزه که چی؟ قرار نیست در مسیر گذار از جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی ما بخوایم قتل عام دینداران بکنیم. اصلا اون که در مسیر دموکراسی نیست. تأکید ایشون این بوده که اگر اسلام ستیزی خشونت بار بخواد به مثابه یک مکانیزم بستگی نجات و راهکار برون رفته از این نظام شکل بگیره، بودن رو ترجیح میده شون. این ببینید آقای عباس زاده، من در مورد این اتاق گذاشتم و فکر کنم با خود شما هم گفتگو کردم، من تنها خواستم اینه، چون من نمیدونم منظور ایشون از اسلام ستیزی قتل عام مسلمینه، من از ایشون خواهش کردم بیاد شفاف سازی کنه. اگر ما از الان نتونیم اینها رو بیاریم و شفاف سازی کنند و پاسخگو باشن، فردا که نمیتونیم. من از ایشون خواهش کردم بیاد شفاف سازی کنه. من مطمئنم که منظورشون از اسلام ستیزی، بله ستیزی، خب هر عقل سالمی، هر عقل سالمی که از دموکراسی و حقوق بشر صحبت میکنه میدونه که داره از خواستگاه حقوق بشر، اولین حقوقش حق حیاته دیگه. خب اینا رو که همه ما میدونیم، یعنی بدیهیات رو داره میگه. طبق اون شعاری که میدادن، ببین من فکر کنم، من تفکر خودم ها، من فکر کنم ایشون متوجه نیست واقعا. چرا؟ دلیلم چیه؟ به خاطر اینکه مردمی که داشتن میگفتن ما یعنی از اون چاشنی یا تریگرش یا اون که این حرکت انجام شد گفته اومد بیرون، از یک سری جوانهای ایرانی بود که در اون مقبره کوروش جمع شده بودن، شعار میدادن که ما عرب نمیپرستیم، آره ما نمیدونم اهل فلانیم، عرب نمیپرستیم. خب ببینید اینجا من میفهمم که وقتی یک ایرانی میگه عرب نمیپرستیم، منظورشون عربه که توی اهواز و اندیمش که اونجا هست که نیست، که داره از حسن و حسین و علی صحبت میکنه، میگه آقا ما اینا تازی هست، ما اینا رو، ما دیگه ما ایرانی هستیم، ما اینا رو نمیپرستیم. اگر شما به این میگید که قتل عام مسلمی، آقا داره میگه ما طبق حقوق بشر ما اینا رو نمیپرستیم، ما هم حق و حقوقی داریم. شما باید بیاید بگید که این اسلام ستیزی اگر قرار باشه همین باشه، همون بهتر که اون باشه. خب این جمله ایراد داره دیگه دوست عزیز هموطن گرامی. ایشون باید بیاد شفاف سازی کنه، بگه منظور من اینه، تموم شده رفت. ما هم که نمیتونیم با حجمی از نفرت و عناد بیایم مثلا اینجوری بگیم که شاه، به هر صورت هر کسی رو با یه کارنامه میشناسیم دیگه. آقای رضا پهلوی رو بنا بر اون ویژگی و کاراکتری که میشناسید، یه مشی ماندلایی داره، یک انسان دموکراتیه و معتقده که این ما هم این حق رو داریم از چهره‌ها و پابلیک فیگورهای اساسیمون بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم. این تحلیل رو ما مجازیم داشته باشیم که نگاه ایشون مبتنی بر دموکراسی اینی که به قتل عام و ستیز با، قطعا شما حق داری که بخوای به نقد مبانی دین اسلام، خاص دین اسلام سیاسی بکوشی، به کسی ایراد میگیره. اما ایشون هم در با توجه به جایگاهش چون این مطلبی رو گفته، من مغایرتی نمیبینم برای اینکه بخواد نمیدونم بها بده به اسلام. خیر، هر ستیزی باشه. حالا از اینکه شما معتقدی که ایشون بیاد نمیدونم شفاف سازی کنه، این حرف درست چیز غلطی نیست که اصلا بیاد 10 بار 6 لایه رو بزنه کنار شفاف سازی کنه، چیز غلطی نیست. چرا که من میفهمم اون تک جمله‌ای که بودن همین ها پس بهتره، اونجا خب یه پارادوکسی، تناقض، با اتفاقا درست حرفتون که بایستی درست‌تر بیان بشه مطلب یا جمله. من از این منظر میبینم و نکته دیگری نمیرم. ببخشید جناب عباس، من یه سوال از شما دارم، عذرخواهی میکنم. ببینید
فرمودید ایشون یک فرد دموکراتیک هستن. خب ما این اکت دموکراتیکی که از ایشون ندیدیم که ایشون نه رئیس جمهور جایی بودن، نه حتی شهردار، نه حتی دهدار جایی بودن. اون دموکراتیک بودنشون هم در واقع در قالب کلام و ادعا مطرح کردن دیگه، مثل همون اسلام ستیزی رو که مطرح کردن. اس وقتی میگن اسلام ستیزی، اسلام چیست؟ اگر کسی خودش رو از مردم میدونه باید بیاد پاسخ، باید بیاد بین مردم دیگه. قیاسات خیلی عجیب و غریب داره میشه، انگار مثلا بگی که عباس زاده دم دست، آقای رضا پهلوی دم دست نیست. چرا مگر از مردم نیست؟ منظور افکارش دم دست. بذار جناب عباس زاده هم توضیحشون رو بدن بعد ببینیم. مگر از مردم نیستن؟ آخه کسی رو با کسی مقایسه میکنید که یکی هست اصلا مملو از نفرت و عناد و کینه، و یکی مثل آقای رضا پهلوی که دوست و دشمن داره اذعان میکنه در دگرپذیر بودنش. البته من بحثم مثل این نبود، بحثم ورود اولیه‌ام بوده. رباب استاد شما سابقه سیاسی دارید، در وزارت کشور بودید، گروه چه دانم ها به اندازه کافی داره کار خوش رو میکنه، مشخص هست. اگر این نقد به مزاج شما نمیسازد اتاق رو ترک کنید. فقط یکی از بهترین اتاقهایی بود که دارم میبینم، علارغم این که انتقادها با آقای پهلوی هم هست. اصلا قرار نیست کسی مقدس باشه. من اگرم ارادتی اعلام میکنم، بنابر تشخیص خودم معتقدم که یکی از چهره های ایرانی که ظرفیت مطلوب و مناسبی داره برای گذار از جمهوری اسلامی، رو ایشون نظر دارم در دنیای سیاست ورزی عملی. و دوستانی که در جریان های سیاسی حالا نزدیک به من قرار میگیرند، اگر به صرف این که به شاهزاده رضا پهلوی انتقادی بشه، اینها بخواد چون عباراتی رو به کار ببرید، خودتون رو به مرور نحیف میکنید، حفره ایجاد میکنید، کار بقایت غلطیه. شما باید یک جریان فکری رو رصد کنید. من چون بچه الان تو این اتاقی که هستم، خب میشناسم این بچه ها رو دورا دور با اکانت های مختلف همیشه میبینم میشنوم، و حقیقتا جز روشنگری در، یا به تعبیر بهتر بگم، خردآگین کردن کنش های جامعه ایرانی و خرافه زدایی کار دیگری نمی کنند. و جنس روشنفکری هم همواره نقد سطوح قدرت. از این منظر اگر کسی چون عباراتی رو برای شما نوشته، اگر به جریان های سیاسی که به من نزدیکن شما تصور میکنید اینجوری بوده، من این پیام رو اینجا دارم اعلام میکنم، دوباره هم اومدم، ذره آزردگی ندارم. اتفاقا اتاق متدیکیست، اتاق خیلی روش و خیلی هم مؤدبانه، یعنی در نقد آقای پهلوی هم خیلی مؤدبانه ورود کردید. من این رو میپسندم از شما. سپاسگزارم عزیزان. ممنونیم جناب عباس‌زاده عزیز، متشکرم از شما. جناب عباس‌زاده یه سوال من از شما میپرسم، فقط کوتاه اگر امکانش هست پاسخ بدین. آیا به نظر شما یک چهره یا اپوزیسیون سیاسی خودش باید بیاد داخل میدان تا جامعه یا اون قشر اجتماعی اطرافش جمع بشن، با تفکراتش آشنا بشن، یا نه منتظر بمونه تا مردم برن سراغش بعد تازه بیاد تو میدان؟ خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم، شب و روزتون خوش.